بسم الله الرحمن الرحیم سلام و ارادت دارم خدمت شما شاگردان عزیز خوبان روزگار و جامعه امیدوارم که صحتمند باشید و در کنار خانواده ها از زندگی خیش لذت ببرید خوشحال استم که در اولین برنامه امروزی در بحث برنامه فیزیک سنفی هشتم خدمت شما خوبان و عزیزان قرار دارم درس امروز ما اولین درس فیزیک مضمون سنف هشتم می باشد درباره فیزیک صنف هشتم امروز به شما خوبان و عزیزان معلومات ارائه می کنیم هدفی که امروز داریم آشنایی با کلمه فیزیک است صنف هشتم قرار داریم مضمونی که می خوانیم با همدیگر مضمون فیزیک است موضوع درس امروزی ما اولین درس به نام خود فیزیک هدفی که امروز داریم از درس باید بیاموزیم آشنایی با کلمه فیزیک درک و یادگیری تعریف فیزیک کتاب فیزیکی که شما دارین کتاب پیش روی خود بگذارین و متوجه باشین که ما با شما چی صحبت میکنم پشت کتاب میگیرین پشت کتاب نوشته شده کلمه بنام فیزیک و در زیر این کلمه فیزیک به زبان انگلیسی نوشته است فیزیکس فیزیکس ما می که درباره اینمی کلمه فیزیک و فیزیکس امروز برای شما خوبان معلومات بدیم چی معنا میده کلمه فیزیک دوستان یک کلمه فارسی است کلمه فیزیک یک کلمه فارسی است شما خوب میفهمید زبان فارسی که ما و شما صحبت میکنیم و با او زبان فارسی می خواهیم نوشته کنیم یک چیزی را جز از کلم کشور خود ما افغانستان به جز از یک دو سه تا کشور همسایه ما که به زبان فارسی صحبت کنند، سایر کشورها با این زبان ما و شما آشنایی ندارند نه صحبت ما را با این زبانی که ما به زبان فارسی صحبت می کنیم، نه صحبت ما را میفهمند و نه ای که نوشتار ما را به این شکل فهمند. پس باید چه کار کرد ما می‌گیم فیزیکی که اینجا نوشته کردیم اف فیزیک کلمه فارسی است اما در کتاب قسمی که برای شما خوبان نشان دادم نام علمی و نام بین المللیش که همه کشورهای جهان با او آشنا هستند او نام علمی و بین المللی چی است؟ فیزیکس است یعنی تمام کشورهای جهانی فیزیک به نام فیزیکس میشناسند ما میگیم فیزیکس اصلا دانشمندان علم فیزیک به با این باور هستند که فیزیکس از دو کلمه مختلف به وجود آمده اولین باور دانشمندان برای هستند که فیزیکس میگن از زبان یونانی فیزیکس از زبان یونانی و از کلمه خود یونانی از کلمه به نام فیزیکوس از کلمه فیزیکوس گرفته شده است یعنی میگه اصلا خود فیزیکی که ما امروز صحبت میکنیم یا فیزیکسی که در جهان مردم میشناسند اصلش فیزیکوس بوده. اصلش فیزیکوس بوده. آهسته آهسته این فیزیکوس تبدیل به چه شده؟ به فیزیکس شده. یک مثال عادی برایتان بگویم. یک طفلی که تولد میشه در خانه پدر و مادرش یک نام بسیار مقبول سرش میمانه. نام مقبول سرش میمانه. زمانی که ای طفل بزرگ میشه کم کم در بیرو و در کوچه با جوامع آشنا میشن با افراد مختلف آشنا میشن با هم سن و سال خود آشنا میشن یک بارگی شما متوجه میشین که نام از او اتومات تغییر میکنه مثال یک طفل خیر محمد نام داره پدر و مادرش نام گذاشتن خیر محمد وقتی که این خیر محمد کم کم بزرگ میشه و طرف کوچه میره امرای همسن و سالای خود بازی میکنه یک بارگی نام خیر محمد میبینی میبینین دوستایش تغییر میده دیگه نام کامل نمیگیره برش نمیگن خیر محمد صدا میکنن خیرو یک جایش تغییر میتن ای این بحثم عین شکل فکر کنین میگن اصل نامش در اول فیزیکوس بوده به مرور زمان این کلمه فیزیکوس به فیزیکس تبدیل شده این فیزیکوس یک کلمه یونانی فیزیکوس در زبان فارسی ما و شما تعریفش یا معنایش چی میشه؟ فیزیکوس در زبان فارسی به این شکل تعریف میشه فیزیکوس به معنای طبیعی این یونانی ها میگن فیزیکوس ما برش میگیم طبیعی و همچنان دانشمندان فیزیک علمای فیزیک به این شکل باور دارن میگن اصل ریشه فیزیکس باز هم کلمه یونانی است به نام فیزیس نام فیزیس. یونانی ها میگن فیزیس. اگر فیزیس رو در زبان خود ترجمه کنیم در زبان فارسی ترجمه فیزیس میشه طبیعت. فیزیس به معنای طبیعت. این یک باوری که دانشمندان دارن. میگن اصل ریشه فیزیک یونانی هست از فیزیکوس و فیزیک گرفته شده شد. اده دیگری از دانشمندان فیزیک به با این باور هستند میگن که فیزیکس از زبان لاتینی گرفته شده از زبان لاتینی از زبان لاتینی گرفته شده و او کلمه چی است او کلمه به نام فیزیکا است کلمه فیزیکا باز هم اگر فیزیکا را در زبان فارسی خود بخوایم ترجمه کنیم، تبدیل بسازیم به زبان فارسی، معنای فیزیکا باز هم میشه طبیعت. معنایش میشه چی؟ طبیعت. یک معلومات مختصر درباره ریشه خود فیزیکس بود. در فیزیک صنف هفتم شما خوانده بودین که فیزیک علمی است که از طبیعت بحث میکنه. ما آمدیم یابی کردیم. چون اصل فیزیکس از کلمات یونانی و لاتینی به نام فیزیکوس و فیزیسی که طبیعت معنایش میشه گرفته شدن یا از کلمه لاتینی فیزیکایی که معنایش طبیعت میشه پس به این نتیجه می رسیم در کل که خود علم فیزیک موضوع بحثش طبیعت است این فیزیک درباره طبیعت بحث میکند. بیم به هدف درس ما گفتیم آشنایی با کلمه فیزیک آشنا شدیم میگیم این فیزیک زبان فارسی است در زبان بین المللی میگن فیزیکس فیزیکس از دو کلمه یونانی و لاتینی گرفته شده یونانی هایش که از فیزیکوس و فیزیس هستند که معنایش میشه طبیعت و فیزیکا هم در زبان لاتین معنایش ما میگیم طبیعت پس میگیم که موضوع علمی فیزیک چی است طبیعت است یک حالا اگر بخوایم تعریف کنیم برای فیزیک چی میگیم تعریف فیزیک بگیم چی میگیم تعریف نوشته میکنیم برش فیزیک علم است که درباره طبیعت بحث میکنه وقتی این شکل تعریف میکنیم دوستان با کلمه علم و طبیعت نو شما سر میخورین میگین علم چه هست و طبیعت چی است علم از ساده تر اگر بخوایم برای شما تعریف کنم تعریف علم بسیار ساده در زبان عرب به شکل تعریف میکنن العلم و ادراک و شای. علم به معنای درک اشیا علم به معنای شناخت اشیا پس میگیم علم به معنای درک کردن علم به معنای شناختن طبیعت شما در ساینس خواندین در فیزیک سنف هفتم با طبیعت آشنا شدین طبیعت به معنای هر چیزی که در اطراف ما میتونه وجود داشته باشه شما چشم بسته کنین دوباره چشم میتونه باز کنین به محضی که شما چشم بسته کردین و دوباره باز میکنین خودتان متوجه میشین چی چیزها را شما در اطراف خود میبینید خب شما میگین که وقتی من چشم خود باز میکنم در مقابل من چی وجود دارد؟ تلویزیون تلویزیون وجود داره که من ای درس از طریق تلویزیون تماشا میکنم پس تلویزیون آیا بدون برق امکانش هست زمانی که برق نداشته باشین تلویزیون تن روشن میشه میگین نه زمانی که چشم خودم میگن باز میکنم با چی آشنا میشم میبینم با در و دیوار خانه با در و دیوار سنف آشنا میشم وقتی که شما می بینید دروازه شما از چی ساخته شده ممکن است دروازه شما چوبی باشه ممکن است دروازه خانه شما کلکین خانه شما از جنس فلز باشه رنگ که شما در خانه به کار میبرین کدام رنگ است سایر چیزهایی که شما در خانه میبینین از خانه یک بار بیرون شوین ببینین در بیرون با چیز چیزها آشنا میشین میگین خارج از خانه اگر چشمی ما باز کنم یک توجه کنم میبینم ستاره ها معلوم میشه میبینم آفتاب معلوم میشه میبینم که محتاب معلوم میشه تمام این از چیزایی که شما میبینین ستاره ها را میبینین محتاب میبینین آفتاب را می بینین، طبیعت مثل درخت و کوه میبینین تمامشان طبیعت است فیزیک درباره طبیعت درباره همین اشیاء و موجودات بحث می این میشه یک تعریف فیزیک تعریف دوم فیزیک یک بخش از حادثات، واقعات، تغییرات و تحولات طبیعت را مطالعه کند. دوستای عزیز با این تعریف ببینید، یک قید آوردیم برش. میگم فیزیک یک بخش از حادثات را مطالعه می کند. یک قید آوردیم برش. به این معناست که فیزیک تمام طبیعت را به تنهایی خود نمیتونه مطالعه کنه. تمام واقعات و حادثاتی که در طبیعت بتوان اتفاق بفته به تنهایی خود فیزیک او را بحث کرده نمیتونه مطالعه نمیکنه تمام تغییرات و تحولاتی که در طبیعت امکانش هست اتفاق بفته تمام اینا را به تنهایی فیزیک بحث نمیکنه شما آشنا هستین بر علاوه فیزیکی که شما خواندین در سنف هفتم و فعلا در سنف هشتم شما قرار دارین بر علاوه یک مضمون به نام فیزیک شما در پهلی چند تا کتاب دیگر و چند تا مضمون دیگر را میخوانین میگن بیولوژی میخوانیم در پهلیش در پهلوی فیزیک چی میخوانین؟ کیمیا میخوانین پس حالا ما میگیم حادثات واقعات، تغییرات و تحولات طبیعت بعضی ها مربوط فیزیک است بعضی ها مربوط کیمیا و بعضی ها مربوط بیولوژی میشن به این شکل دستبندی میکنیم میگم مضمونی که شما به نام فیزیک میشناسین کیمیا میشناسین و بیولوژی میشناسین میگه بعضی این حادثات و واقعات مربوط فیزیک است یک بخشش مربوط فیزیک میشه یک بخش از تغییر و تحولی که در طبیعت اتفاق میفته مربوط به فیزیک میشه ممکن است بعضی از اینها یک قسمت از اینها مربوط کیمیا شود یک بخش و یک تغییرات و تحولات ممکن است مربوط به چی میشه مربوط بیولوژی میشه چند تا مثال چند تا مثال کدام حادثه هایی که شما میشناسین مربوط فیزیک میشه کدام حادثه واقعی را شما میشناسین که مربوط به کیمیا شوه و مربوط به بیولوژی شوه یک لحظه فکر کن یک لحظه فکر میکنین بعد از پیش خود تصور میکنین میفهمین درک میکنین میگین بله ما چند تا حادثه را در طبیعت میشناسم میگم اول صبح آفتاب طلوع میکنه آفتاب در حرکت است درسته بچه ها؟ میتونم بگویم آفتاب در حرکت است آفتاب حرکت میکنه یا زمین به دور آفتاب حرکت میکنه این چیزی است که شما باید سرش فکر کنین در صنف هفتم هم خواندین و باز هم در آخر درس رویش اشاره بیشتر خواد کردیم میگیم زمانی که آفتاب طلوع میکنه یک وقت میرسه یک زمانی فرا میرسه که آفتاب دوباره غروب میکنه به طرف شام میریم به طرف شب شدن میریم ای حادثه ای که شما میبینین و ای واقعی را که شما میبینین آفتاب طلوع میکنه و دوباره غروب میکنه مربوط فیزیک میشه یک حادثه واقعی را شما به نام زلزله میشناسین مربوط فیزیک میشه تغییر و تحول میشناسین که مربوط فیزیک میشه یک تعریف سوم هم برای فیزیک میگن میگه فیزیک علمی است که از تغییرات ظاهری ماده بحث میکنه تغییرات ظاهر مثلا تختی که اینجا هست این تخته از جنس چی است؟ چوب آیا در اول به می شکل بوده یا نه؟ یک درخت بوده درخت رفتن اره کردن بعد از اینکه اره کردن دستگاه برش وجود داشته توسط یک وسیله آمدن ایره صاف کردن به این شکل تبدیل شده به یک تخته اما جنسش تغییر نکرده باز هم همون چوب است دروازه و کلکین خانه شما اگر جنس فلزی میتونه داشته باشه و یا اینکه چوب میتونه باشه اصلیتش اونم فلز است اصلیتش همو چوب است اما نجار آمده او را به یک شکلی تخته بوده او تبدیل ساخته به دروازه او تبدیل ساخته مثلا به کلکین اما بعض تغییر تحول مربوط کیمیا میشه مثل ای که شما اگر یک کاغذ هم میگیرین میسوزانین این کاغذ تبدیل به خاکستر میشه دیگه خاکستر نمیتونیم بگیم که اصلش خاکستر رو دو دوباره کاغذ گفته نمیتونیم این اصل جنس از بین میره ماده به شکل همیشگی تغییر پیدا میکنه این مربوط کیمیاست بعضی حادثه ها و واقعات ما و شما که در طبیعت میبینیم مربوط بیولوژی میشه مثل چی مثل از ای که مثلا میگیم یک درخت در اول بسیار خرد بوده یک نهال بوده بعدش بزرگ شده و رشد میکنه این تمامش مربوط بیولوژی میشه شما تعریف بیولوژی رو خواندین بیولوژی درباره موجودات زنده و حیه بحث میکند موجودات زنده میتونه انسان ها باشه میتونه حیوانات باشه میتونن که چی باشه نبادات و گیاهان باشه حادثه ای که در طبیعت میتونه اتفاق بیفته انسان ها تولد میشن و دوباره به مرگ و میر میرن دوباره میتونن فوت کنن از لحاظ علم بیولوژی بحث میکنیم که چرا انسان فوت میکنه چه حادثه ای چه واقعی چه تغییر و تحول در ساختمان وجود انسان پیدا میشه تا که انسان دوباره مرگ برش اتفاق میفته اینا مربوط چی میشه؟ مربوط بیولوژی میشه و تعریف سوم فیزیک چی میشه؟ فیزیک علم است که از تغییرات و تحولات ظاهری ماده بحث میکنه دوستان درس امروز همینجا به پایان میرسه برای شما عزیزان یک کار خانگی اشاره میکنم لطفاً در جلسه بعدی کار خانگی را برای ما جوابش ارائه کنید. کار خانگی شاگردان عزیز دو تا کار خانگی میتونم شما این کار خانگی را جلسه بعدی داشت میکنین برای ما جوابش میتین اول کار خانگی که برای شما میتونم ایست که ریشه علم فیزیک چیست فیزیک چیست این وقتی شما میخواین درباره فیزیک صحبت کنین باید اصلش را بشناسین نسب فیزیک بشناسین اصلش چی بوده ریشش چی بوده نسبش چی بوده پدر و پدر کلانش چی بوده دوم ما تعریف کردیم گفتیم فیزیک از تغییرات ظاهری ماده بحث میکنه تغییرات ظاهری ماده شما بگیرین شما بگیرین درباره تغییرات ظاهری ماده که میگم دو نوع کار انجام بتین در خانه یک بار کاغذ بسوزانین ببینین تبدیل به چی میشه خودتان جلسه بعدی باز شما پرسان میکنم دوم یک سی میره یک سیخی را شما روی حرارت بگیرید ببینید که آیا او هم مثل کاغذ میسوزد تبدیل به خاکستر میشه یا نه فقط حالتش تغییر میکنه کار خانگی که دوم برای شما میگم دو حالت میتونه داشته باشه اول کاغذ را بسوزانید کاغذ را بسوزانید درباره آن فکر کنید ببینید تبدیل به چی میشه و سیم فلزی را سیم فلزی را بالای آتش بگیرید و فکر کنید متوجه باشین زمانی که یک سیم فلیزی را روی آتش میگیرین ممکن خود سیم داغ بیاید، سیم گرم شه و دست شما را نسوزدند. اینی یک ساعت نگیرین فقط برای یک دو سه ثانیه چهار ثانیه پنج ثانیه بگیرین و ببینین که چه تغییری در اونجا و نمود میشه در بارش فکر کنین جلسه بعدی با همدیگر بحث و تبادل نظر میکنیم. تشکر از شما خوبان و مهربانان که با مندی درس امروز گوش کردین تا جلسه بعدی شما را به خداوند بزرگ و منان میسپارم